و به بازیکناش میسپاره. بازیکن شماره 17 از عراق، سانت بری دروازه، فرصت برای تیم عراق، یه موقعیت و توی دروازه، توی دروازه، دروازه ما باز میشه. اشتباه خط دفاعی ما موجب میشه تا دروازه باز بشه و عماد رضا دروازه رو و چارچوب دروازه تیم ایران رو بشکافه. ایران 0 عراق 1. در حالی که حدود 13 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم، تیم ایران 1-0 عقب میفته و فعلا جایگاه تماشاگران عراقی جایی است که همه شور و هیاهو دارن. صحنه رو ببینیم یک بار دیگه و در چارچوب دروازه، دیگه روی خط دروازه، دروازه رو اینجا عماد رضا توپ فرستاد، ضربه رو یونس محمود زد. نمیدونیم اصلا توپ از خط رد شد یا نه، به نظر میاد که رد نشده بود. حالا گل به تلویزیون قطر که به نام عماد رضا مینویسه، اینجا البته با این چون عراقی ها سرزنتر نشون میدن. یه فرصت در محوطه جریمه، مسعود شجاعی توپ به بیرون میفرسته. حالا یه بار این موقعیت هست، آنری تیموریان توی محوطه آفساید نیست، گل میتونه به ثمر برسه، توی دروازه، توی دروازه، گل، گل زیبای تیم ایران. به تماشایی واقعا به صحنه زیبایی منجر شد لحظه‌ای که تیم ایران به گل رسید، توی دروازه، توی دروازه. بچه‌ها به حق خودشون رسیدن توی این صحنه. حالا ورزشگاه پر از فریادهای ایران ایرانه و باد به پرچم ایران می‌وزه. نگاه کنیم صحنه رو. یه همکاری گروهی خوب از بچه‌های تیم، آفساید به هیچ عنوان نیست، رد میشه، رضایی صاحب توپ میشه، توپ به زاویه مخالف میزنه و دروازه باز میشه. ایران 1-1. این حداقل مزدی است که ما باید تو این بازی میگرفتیم. بچه‌ها خوب بازی کردن. این ضربه نگاه کنید، از روی پای بازیکن عراق مهدی کریم رد میشه، از روی دست دروازه‌بان محمد قاصد هم رد میشه و جایی میاد که تور دروازه فقط نگه دارنده اون توپه و ایران به گل مساوی میره. برای خلعتبری، حالا ببینیم خلعتبری چه کار میکنه با این توپ. فرصت برای تیم ما هست. خلعتبری دو سر توپ میزنه، خطا، خطا قطعی از یاران عراق و حالا تعویض هم میتونه انجام بشه و کریم انصاری فر به بازی بره، زمین که کارت زرد هم میگیره بازی کنه تیم عراق. بله، حالا دیگه مشخصه که محمد غلامی از بازی بیرون خواهد اومد. درسته که صدای من اینجا نمیشنوه، اما به او میگم خسته نباشی. محمد غلامی از بازی بیرون خواهد اومد و به جای او کریم انصاری فر به میدان خواهد رفت، بازیکنی که میتونه یکی از پدیده های این جام باشه. کریم انصاری فر حدود 3 سال پیش بود که او رو به من یک پدیده در لیگ ایران معرفی کردیم و دیدیم و حالا هم امیدوار هستم که در جام ملت های آسیا از این بازی خوبی رو ببینیم. این جوان جوای نام شهر اردبیل. ایمان و پلی میذاره توپ توی دروازه، توی دروازه. میخواستم بگم چه حالی میده اگه توپ توی دروازه بره. وای چه گلی زد، وای چه گلی زد ایمان و پلی، توی دروازه، توی دروازه. ایران 2-1. آفرین بچه ها، شیران دلاور سرزمین پارس تونستن اینجا باعث افتخار ما بشن. پرچم ایران همه جا به اهتزاز در اومده. ورزشگاه مال ایران. الان ایران 2-1. آفرین ایمان مبعلی، آفرین تیم ایران، آفرین همه ایران. این توپ توی دروازه جا شد. حالا بچه ها البته اینم بگم تموم نشده این مسابقه، هنوز فرصت هست و هنوز در فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته. ایمان ما علی چه گلی زد.